این فردی به اسم الفی این فرد, فرد یکی از شاگردان من بود در دانشگاه میدل سیکس و شاگرد سال اول دانشگاه بودش و در اونجا وقتی ما دانشگاه اشغال کردیم به شکلی جزو بچه های بود که تقریبا رادیکال هم شده بودش خب دانشگاه فلسفه بودش و از خانواده مثلا به شکلی متمولی هم بود مادرش پزشکه و غیره و غیره در تظاهرات نهم دسامبر سال 2010 مقابل پارلمان که به خوشون هستم کشیده شد تا لحظه آخرم کنار من بودش و بعدش بلند شد رفتش که من پند دقیقه برم برمیگردم رفته بود اونجا و پلیس روی اسب ها داشته به شکلی تظاهر کنندگان رو کتک میزده و این به پلیس اعتراض میکنه و پلیس از بالای اسب یک دونه باتون دو تا و سه تا بر سر این پسر میزنه خب اتفاقی که افتاد چی بودش و ما دیگه ازش خبردار نشدیم خب خبردار نشدیم تا فردا صبح که به شکلی به من زنگ زدن و گفتن که الفی در بیمارستان همیرس میسه و کماس و نمیدونیم که زنده ایمونه و ایمونه و سه تا عمل مغز روش انجام دادن چون بعد از مدتی میفته بیهوش و شانس میاره که کسی اون نزدیک به آمبولانس خبر میده میبرنش اونجا و سه تا عمل جراحی روی مغزش انجام میده تا اینکه تا اینکه زنده بمونه خب بعد از این قضیه ما اومدیم کمپین کردیم رفتیم مقابل اسکاتلند یارد وایسادیم و غیره و غیره ما, ما فکر کردیم که خب این باعث یک خشم عظیمی میشه اتفاقی که افتاد چیز دیگری بود از اون که در اون تظاهرات خیلی دستگیر شدن از جمله مثلا پسر دیوید گیلمور خواننده معروف پینک فلوید که شاید شما خودتون بشناسین و میگم اینا آدمایی کمی هم نبودن میگم آدمای طبقه طبقه متوسط به بالای انگلیس هم بودن نه تازه ورکینگ کلاس سیاه پوستی که بگی آقا پلیس میزنه نه اینا اشراف انگلیس بودن خیلیشون پسر دیوید گیلمور بخاطر دیوید گیلمور خواننده پینک فلوید دیگه برای اینکه روی مجسمه چرچیل در اونجا یه دونه گرافیتی زده بود 18 زندان گرفتش حالا بعدش بعد چند ماه پس شش ماه با پارول آوردنش بیرون باز یک سومش و غیره و خیلی از اینا رو گرفتن تا اینکه اون جنبش دانشجویی که در سال 2010 شکل گرفته بود رو اصلا متلاشی کنن ولی نکته که میخوام بگم چیز دیگه ایه. <تصفح> بعد از این قضایا ما فکر کردیم که حالا بالاخره میاد و از پلیس شکایت میخواد و برعکس شد پلیس ازش شکایت کرد پلیس از این پسری که اون موقع 18 سالش بود شکایت کرد و سه سال و نیم دادگاه شکایت پلیس از الفی مدوس طول کشید در ای سه نیم این سه با اینکه با اینکه وکیلی که الفیلم دوز داشت یک کیوسی یا کوین چانسلر بودش یعنی بالاترین درجه وکالت در اینجا و یه آدم بسیار بسیار معروفی هم بودش که توی حتی هاوس of Lords قرار بود بعدا بیاد و جایی بگیره مراتبش میگفتش که حرف نزن توییت نزن با رسانه ها صحبت نکن دیگه تظاهرات نرو آسه برو آسه بیا چون وقتی با پلیس انگلیس در تو دیگه حساب با کرمال کاتبینه اینا الان روی تو زوم کردن ببینن که یه جا پاتو اشتباه بذاری یه جا سرعت ماشین زیاد باشه یه جا از خیابون رد چی اشتباهن بتونن رود مدرک بسازن تو الان احساس کن که پلیس انگلیس روته میگه من کاری نکردم که من کتک خوردم سرم شکسته باز شده مخمو باز کردن کو و برعکس شده بودش این بود که پلیس میخواد تو رو نابودت کنه و تو رو بگن مقصر تو بودی درسته سه سال و خورده ای طول کشید تا اینکه در نهایت مقصر شناخته نشد بعد گفتن که حالا ما بریم حالا که این اتفاق افتاد الان تازه میشه از اون پلیسی که به تو باباتون زد و تو سی سی تی وی ها هست شکایت کرد خب ببین چه اتفاقی میفته Police officer accused of hitting a student الفی Alfie Meadows with baton cleared of misconduct. Police در دادگاه مقصر شناخته نشد و سلام خب این باز که پنج سال ولی این آدم دیگه هرگز آدم معمولی نشد دانشگاهش نابود شد خانوادهش فروپاشی انجام شد اما یک آدمی شد که ترس از پلیس از اینکه بالا سرش هستن همیشه خواهد موند بازداشت در انگلیس شما میده این چی؟ بازداشت در فرانسه شما میده این چی؟ بازداشت در ایرانه که شما بعدش تازه میای و بعد میری پناهنده میشی و بعد میری تازه ازش یک نردبون درست میکنی مثل احمد باطبی و اون آدم و اون آدم تازه شغل برای خود درست میکنی بازداشت در ایران که هتل که بازداشت در ایران تازه بی بی سی و شرق و مرق و ایران انترنشنال و سی هم میان میگن بعد تو میری قهرمان میشی بازداشت در انگلیس بازداشت در فرانسه یعنی سوشیال دس یعنی مرگ اجتماعی بعدن دیگه ایچو کار نمیتونی پیدا کنی بعدن دیگه بعدا نابود میشی تو تو نابود میشی چون پلیس اقتدار داره حکومت اقتدار داره برای نمیتونی از انگلیس پاشی بری فرانسه بگی من اونجا پناهندگی میگیرم علیه پلیس انگلیس نه 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 تموم میشه خب تو تموم میشی تو رو آروم آروم از بینت میبرم و این نکته خیلی مهمی که من اینجا میخوام بگم اینه تمام هنر غرب در این قضیه است آن چیزی که بابش بگیم خشونت نامرئی دقت کن شما خشونت نامرئی این چی یعنی غرب به خاطر اینکه از اینکه 400 سال استیلا داشته یعنی اگر ما الان 42 ساله به حکومت رسیدیم تازه به دوران رسیده ایم در ایران تازه به دولت رسیده ایم در ایران تازه به قدرت رسیده ایم در ایران بلد نیستیم چه جوری به عنوان حکومت مردم رو سرکوب کنیم تو سرشون بزنیم خب برام جلوی چهار دوربین و به شکلی موبایل و غیره اونجوری میزنیم که بعد آبرونم هم بره بعد به شکلی هم تلویزیون های خارجی هم نشون بدن نه غرب بلدی که سرکوبی ده برابر انجام بده بدون اینکه دیده همون چیزی که ما قبلا بهش میگفتن که با پنبه سر بریدن هنر غرب به عنوان کسانی که در فرانسه الان مثلا از 1800 و از 1793 تا به حال که دیگه حالا واقعا انقلاب چندانی یا جنگ داخلی جدی که نشده یا در انگلیس از 1648 که جنگ داخلی شد و از بحث بعد خیلی بگید از داستان به شکلی گلوریوس ریولوشن در سال 1600 پنجشیش بگه خب کامل بوده درسته یعنی یک امنیت سماعیار به مدت 400 تا 380 سال،, سال بوده خب 380 سال فرصت داشتن که حکومت داری بیاموزن نه مثل ما که جنگ داشتیم کودتا داشتیم سه بار توی قرن گذشته دو بار توی قرن گذشته کشورمون اشغال شده یه بار کودتای CIA ای شده فرق داره درسته برای این بلدن چگونه خوشونت خشونت نامرئی کنن بلدن که یک <تصفح> <تصفح> مثلا جنبش رو از بین ببرن بدون این که رد خون باقی بذارن رد خون باقی بذارن بلدن که رسانه های آزاد داشته باشن اما رسانه های آزاد خودشون چنان خودسانسوری کنن که هیچ چیز باقی نمونه فرقشون با ما اینه دموکراسی یعنی نوعی از استبداد هوشمند که میتونه هم استبداد به بده هم کنترل کنه هم سرکوب اجتماعی کنه هم اطلاعات رو کانالیزه کنه همین که همزمان یک آزادی فرمال و شکلی هم داشته باشه من این نکته رو به شما بگم بر اساس تجربه خودم از شورش های انگلیس شاید براتون جالب باشه خیلی میگن که این شورش ها این قارت ها از کجا میاد ببینید شورش چیزی که غرب باش آشناست یعنی ما همین مکرونی که میبینیم به نظر جا میخوره ولی نه کسی جا نخورده شما در سال 2011 یا سال 90 توی انگلیس که شورش شد در بین 8 اوگست تا 13 اوگست در لندن در چهارت محلش که بریکستون، انفیلد، تاتنام و هکنی بود شورش شد خب شنبه شروع شروع شد یک شنبه شروع شروع شد شنبه شروع شد فکر کنم روز قبلش گاردین مقاله نوشته بود که ایت بی رایت به زودی شورش خواهیم داشت همه میدونستن همه سوسیولوژیست ها میدونستن چون کمرون اومده بود داشت به شکلی هزینه عمومی رو پایین می مراکز جوان ها رو هم بسته بود و خیلی ها می با همین شورش طبیعیه توی غرب هر پنج سال هر ده سال توی آمریکا هر پنج سال همیشه هم نجادیه همیشه حالا باز بحث این بود که شورش به خاطر حضورت هزینه در اوکراین و غیره همه اونها هستش ولی اصل قضیه پلیس وایلنس خشم از پلیس و بحث نجادی وقتی شورش انجام میشه یه 24 ساعت طول میکشه که پلیس به خودش بیاد و اجازه میدن که یک میزانی از کاتارسیس یا تخلیه انجام شه فکر تو ایران هم اینو قضیه یاد گرفته بودن یادتون باشه یه هفته اول پلیس ایران خیلی خیلی دست به اسا رفتش درسته و سعی کرد که آدم ها رو خشمگین نکنه و همین خیلی از حزب الله و خیلی از طرفدارای نظام معترض بودن که چرا جلوشون رو نمیگیره پلیس ولی این قانونه یعنی توی مدرن پلیسینگ یا پلیسداری مدرن و امروزی اینه که بعد بذاری یه خورده خشم شد یه روز دو روز و بعد ولی خیلی محاسبه مهمی که همزمان این باعث تهیج نشه این جوونا فکر نکنن که انقلاب رو بخوام بریزن و غیره پلیس داره کنترل میکنه اونم تازه پلیس فرانسه نه پلیس ایران پلیس فرانسه پلیس ها انگلیس رو من دقیقتر میدونم که حدودا 11 میلیون ما اینجا سی سی تیوی داریم اینجا بیشتری این میزان دوربین مداربسته بر شهروند سرانه دوربین مداربسته در جهانه یعنی شما از خونه تا ب... سبزی فروشی میری که پنجاه اون طرف تر بری نون بگیری برگردیم یازده تا ده تا 9 تا دوربین تیکه که مسئله تو رفتن الان من تو خیابون کسی کتک بزنه در تمام انگلیس از پارکش و غیره یه دوربین بالا سره که نشون میده کی منو زده کی نزده و فردا پلیس اگه بخواد میتونه بره دستگیر کنه بعد پهباد دارن بعد تمام اینستاگرام و فیسبوک باشون همکاری میکنه بهشون هر چی که اطلاعات بخوام میدن بعد یه جایی بسم سی جی اچ کیو دارن توی, توی انگلیس و ام 6 و ام 5 و توی فرانسه و غیره تی سال تجربه است با سوپر کامپیوتر بیگ دیتا هاشون یه کشور مدرنه که همونطور که به جهان زور میگه توی کشور خودش هم همه رو کنترل میکنه ولی به صورت نامرئی کنترل میکنه اگه چینیا بالا سرتون میان کنترل میکنن بلد نیست هنوز فرانسوی ها نامری بالا سرتون کنترل میکنن خب با همه اون چیزها برای مسلمه اگه قارس بخواد جلوشو بگیره میتونه بگیره ولی نمیگیرن چرا چون توی ریتم و توی به قول معروف توی آنفولدینگ شورش وقتی که بعد چجوری باز شورش اینه که اول جامعه خود جا خورده وسطی ها لیبرال ها لیبرال لفت ها چپای لیبرال دلشون به رحم اومده برای ناهل برای بچه های الجزایری اعتراض میکنن تو خونه توی جایی که میرن چرا باید ما بکشیم چرا باید آدم بکشیم و غیره ولی بعد یواش یواش کارات رو میتونن انجام شه و این تصاویر توسط رسانه ها رله میشه اینا تئوری توتئی نیستا نه پلیس چششون میبنده پلیس میره اون وای میسته جلوی چشم خود من در لندن پلیس رفت اونور وایساد مغازه نایکی رو زدن و آتش گرفتش و ازش دزدی کردن اولویت پلیس نبود و همزمان رو هم عکس گرفته میشد شب بی بی سی پخش میکرد و بعد طبقه متوسط و همون لیبرال لفتا و اون چپای لیبرال و اون دل رحمه و اون ریفورمیستا و اصلاح طلباشون یا باشه میگن نه 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 این قارت خیلی بده و طبقه متوسط خواهان بازگشت امنیت میشه اینجاست که پلیس اینجاست, اینجاست که دولت به نیابت از جامعه میگه من میام پدر این را در میارم و بعد اون موقع است که کرکدان شروع میشه سرکوب خیلی جدی شروع میشه و میان تو خیابون میگیرن میبندن و دیگه قضیه رو جمع میکنن تو انگلیس که اتفاق افتاد قاضی ها آمدن شبانه احکام رو صادر کردن و دو سال برای یه لباس شش ماه برای بطری آب مدنی احکام اومد و تموم شد و جامعه هم به تظاهرات کردش به تظاهرات کرد که برای یونیتی در شهر و برای بازگشت امنیت در واقع این هوش حکمرانی این دموکراسی دموکراسی به عنوان استبداد هوشمند اینه کاری کرد که جامعه خودش خواست که مردم بیان و خواهان سرکوب این شورش ها بشن حالا تو ایران هم جمهوری اسلامی تا یه حدی این کارها رو بلده به سنتی مشکل جمهوری اسلامی اینه که با تغییرات بسیار پرآهنگ و پر زرب آهنگ این ده چند دهه جامعه همراه نیست وگرنه در جمهوری اسلامی هم وقتی 18 شد روز 23 تیر سال 78 اومدن ملت مسلمان و همیشه در صحنه تقاضا کردن که به آشوب ها بدن و خواهان حد اکثر برخورد با آشوبگران شدن آقای حسن روحانی هم سخنرانش بود که گفت ما تو دهنتون میزنیم و میگیریم و فلان و اینا بس کوی دانشگاه یا مشابهش و مشابهش ولی الان چون جامعه عوض شده و بخش حکرانی افکار تو لندن اتفاق میفته واسه بی بی سی و اینترنشنال و غیره و غیره و اصلاح طلبان به عنوان بخش از الیت حکومت دیگه همراهی نمیکنن قضیه خورده پیچیده تر از تو ایران وگرنه این سیستمشه دیگه سیستمش اینه که تو نباید مستقیم بیای به عنوان حکومت به خود انگیخته بری و دستگیر کنی رو و بعد جامعه بخواد جامعه کی میخواد وقتی اموالش به خطر بیفته ماشینش سوخته بشه بانکش آتش بگیره مقابلش آتش بگیره و به عنوان شهروند عادی تلویزیون ببینه و وحشت کنه تو خیابون رفتن اون موقع است که میگه مکرون مکرون بیا هر کی تونستی سی بگیر اصلا مهم نیست سیاه و سفید و و سفید بگیر پدرشون داره و دمارشون رو از روزگار در این فرمول شروع